پرچم کاپتن سامان هستم. به یکی دیگه از برنامه‌های من خوش اومدید. لطفاً اگر به تازگی به کانال من پیوستین، دکمه سابسکرایب رو بفشارید، اون رو لایک کنید و زنگوله کنارش رو هم به صدا در بیارید. و مثل همیشه به من کاپتن سامان انرژی بیشتری بدید تا بتونم ویدیوهای جذابتری رو از این صنعت شیرین برای شما به اشتراک بگذارم. اگر هم دوست داشتید خوشحال میشم اونو به دوستای خودتون معرفی کنید. امروز اومدم به فرودگاه لوتون، یکی از اصلی ترین فرودگاهی که توی شهر لندن قرار داره و خیلی دوست داشتم که این ویدیو رو براتون بگیرم و به اشتراک بذارم، چون واقعا فرودگاه جالبیه و تمام ثروتمندای در واقع دنیا موقعی که میخوان به کشور انگلستان بیان هواپیماهاشون رو تو همین فرودگاه نگه میدارن. من بیشتر از این صحبت نمی کنم، دعوتتون می کنم به تماشای این ویدیو و همراهی من باشید. خب دوستان، ورود هواپیمای ایرباس 321 سری جدید نئو رو داریم، متعلق به شرکت ویز مجارستان با کال ساین گل ویسکی یونیفورم کیلو یانکی، که از مبدأ باکاو شهر زیبایی در کشور رومانی به لندن در حال لندینگ هست. دوستان با عرض پوزش، امروز به واسطه باد شدیدی که در حال وزیدن در شهر لوتون هست، ما کیفیت صدای مطلوبی رو نداریم. این هواپیما
بعد از پیمودن 3 ساعت و 10 دقیقه پرواز از شهر زیبای بکو در رومانیا به لندن، در حال رفتن به پارکینگ و استراحت هست. خب دوستان، ایرباس ما یه هولدینگ بهش خورد. ایرامبیولنس لرجت 45 داریم با کالساین اسکار اسکار مایک اکو دلتا، متعلق به شرکت ASL FlyMed کشور بلژیک، که در حال تاکسی کردن به باند 08 فرودگاه لوتون هست برای پرواز به مقصد لیج. همونطور که میبینیم لیرجت 45 ما در حال تاکسی و لاین آن شدن بر روی باند 08 فرودگاه لوتون هست. یه هولدینگ بهش خورده به دلیل فرود هواپیمای امبرایر 135 سری لجسی با کالساین 9 هتل ایندیا مایک پاپا از مبدأ فرانسه فرودگاه شارل دوگل به فرودگاه لوتون لندن. این هواپیما متعلق به شرکت ایر ایکس چارتر و متعلق به کشور مالتا هست. بله، تیکاف زیبای لرجت 45 میبینیم به مقصد کشور بلژیک و شهر زیبای لیج.
بوینگ 737-8 سری مکس رو داریم با کالساین اکو ایندیا ایندیا هتل جولیت که در حال تاکسی کردن و لاین اپ شدن بر روی باند 08 فرودگاه لوتون هست از مبدأ لندن به مقصد لابلند در کشور زیبای لهستان. مدت زمان پرواز این هواپیما هم از فرودگاه لوتون تا شهر لابلند تقریبا 2 ساعت و 10 دقیقه است. خب اونطوری که من روی رادار دارم میبینم ظاهرا امروز ترافیک هوایی نسبتا سنگین رو داریم در فرودگاه لوتون. یک پرواز ورودی داریم از شهر لس آنجلس آمریکا، هواپیمای گلف استریم جی 650 که در حال نزدیک شدن به فرودگاه. بله اینم هواپیمای فالکون 7X با کالساین اسکار اکو ایندیا سیرا ایکس ری به مقصد مونیخ، فرودگاه فرانک جوزف هستش. بله گلف استریم هم داریم میبینیم در حال نزدیک شدن و فرود بر روی باند 08 فرودگاه لوتون هست با کالساین نوامبر 673 هتل آلفا از شهر لس آنجلس به فرودگاه لوتون. این هواپیما تقریبا بعد از پیمودن 10 ساعت و 36 دقیقه الان بر روی باند فرودگاه لوتون تاچ داون کرد. بله توی بکگراندمون هم تیک آف زیبایی بوینگ 737-8 سری مکس رو داریم به مقصد لابلن لهستان. بله ماشین بدرقه فرودگاهی هم به بدرقه این هواپیما داره میاد که اونو راهنمایی کنه به پارکینگی که در اون باید مستقر بشه.
خب نکته جالبی که در مورد این هواپیما واقعا شنیدنی هست اینه که این هواپیما یکی از دوربردترین هواپیماهای دنیاست و قابلیت اینو داره که بدون توقف 13900 کیلومتر مسافت رو طی بکنه. سقف پروازی این هواپیما 51000 پا از سطح دریاهای آزاد هست و ماکسیموم سرعت این هواپیما 956 کیلومتر در ساعت و در ارتفاع 51000 پا از سطح دریاهای آزاد است. موتور این هواپیما هم متعلق به شرکت رویس رویس هست، بیار 725 که خب یکی از قوی ترین موتورهای جت دنیا محسوب میشه. خب مجدداً یه فالکون 7X دیگر رو داریم با کالساین نوامبر 5 ویکتور فاکسترا از مبدأ میامی آمریکا به شهر لوتون لندن که این هواپیما بعد از گذروندن 9 ساعت و 41 دقیقه پرواز در حال تاچ کردن باند 08 فرودگاه لوتون هست. این هواپیما هم در کاتگوری هواپیماهای دوربرد قرار گرفته و میتونه با یک بار سوختگیری و پرواز 11019 کیلومتر مسافت رو طی کنه. سقف پروازی این هواپیما 51000 پا از سطح دریاهای آزاد هست و این هواپیما هم مثل گلف استریم میتونه تا 956 کیلومتر در ساعت سرعت رو در این ارتفاع طی بکنه. موتورهای این هواپیما هم موتورهای پرقدرت پرات اند ویتنی PW307A هستند. ورود هواپیمای ایرباس 321 سری جدید نئو رو داریم با کالساین گولف ویسکی یونیفورم کیلو ایکس ری از مبدأ تریانا پایتخت کشور آلبانی به شهر لوتون لندن. این هواپیما پس از گذروندن
3 ساعت و 19 دقیقه پرواز در حال تاچ کردن باند 08 فرودگاه لوتون هست. این هواپیما ایرباس 331 سری جدید هست که جزو کاتگوری هواپیماهای میدرنج محسوب میشه و میتونه با یک بار سوختگیری مسافت 6480 کیلومتر رو طی بکنه. سقف پروازی این هواپیما 40000 پا از سطح دریاهای آزاد هست و حداکثر سرعت اون 876 کیلومتر در ساعت در ارتفاع 40000 پا. موتور این هواپیما CMF لیپ هست که جز به کم صدا ترین و کم مصرف ترین موتورهای جهان محسوب میشه. هواپیما هم بومباردیر گلوبال 6000 هست با کالساین چارلی سیرا گولف لیما فاکسترا متعلق به شرکت نجت یوروپ پرتغال. این هواپیما جزو کاتگوری هواپیماهای دوربرد یا لانگ رنج محسوب میشه. با یک بار سوختگیری میتونه 11112 کیلومتر مسافت رو طی بکنه در ارتفاع 51000 پا و با سرعت 934 کیلومتر در ساعت. موتورهای این هواپیما هم از سری BR700 هستند. این هواپیما هم یه گلف استریم G650 هست با کالساین آلفا 7 چارلی گلف اکو متعلق به شرکت قطر اکسیکیوتیو که یک شرکت اجاره دهنده جت های خصوصی هست در کشور قطر. همونطور که توضیح دادم این هواپیما 13900 کیلومتر با یک بار سوختگیری میتونه پرواز کنه بدون توقف. حد اکثر سرعت اون 956 کیلومتر و حد اکثر سقف پروازی اون
51,000 و از سطح دریاهای آزاد هست. موتورهای این هواپیما هم موتورهای بی‌آر 725 هست. دوستان متشکرم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. لطفاً اگر این ویدیو هم مورد توجهتون قرار گرفت اون رو لایک کنید، دکمه سابسکرایب رو بفشارید و زنگوله کنارش رو هم به صدا در بیارید و مثل همیشه منو حمایت بکنید تا بتونم ویدیوهای جذابتری رو برای شما